تفاوت زمانی پاسخ هر کدوم از اونها بعد از تحریک. هر بار که ما تحریک میکنیم عصب حرکتیمون رو دو تا پاسخ به ما داده میشه که به یکیش میگیم موج M، به یکیش میگیم موج H. دو تا با هم چه فرقی دارن؟ موج M ناشی از وقتی هست که به طور مستقیم همون جایی که ما سوزن رو زدیم، اون تحریکی که تو همون محل ایجاد شده مستقیماً به عضله ما منتقل بشه. بنابراین تخریب کمی داره. بهش میگیم موج M یا موج با تخریب کم. اما موج HMA، موج HMA وقتی هستش که تحریک از طریق کانال نخاعی به نخاع منتقل بشه و پاسخ مناسبی که نخاع به اون در نظر گرفته رو از عضله ما انجام بده. موج H یا موج با تأخیر بیشتر وقتی هست که تحریک ما از طریق نخاع به مغز بره و پاسخ مناسبی که مغز برای اون در نظر گرفته به عضله اعمال بشه. بنابراین چون این پیام مدت زمان بیشتری رو باید داشته باشه تا به سمت نخاع بره و برگرده، تأخیر بیشتری داره و بهش میگیم موج H. اگه سوزن اون تحریکی که از اون سوزن تحریک ها رو حالا به طور مثال ما به عضله نزدیک‌ترشون کنیم، یعنی بیاریمشون توی شکلمون به قسمت عضله اون قسمت برآمده نزدیک‌تر بشن، چه اتفاقی واسه موج M یا موج H میفته به نظرتون؟ گفتیم موج M ناشی از چی بود؟ ناشی از این بود که تحریک ما به خود عضله رفته و خود عضله یه پاسخی بهش داده. بنابراین اگه به عضله نزدیکتر بشه پس باید مسافت کمتری رو طی کنه تا به عضله برسه و دوباره ریسپانس بده. بنابراین تأخیر این پاسخ کمتر میشه چون مسافتی که باید طی کنه خب کمتر شده، سرعتش هم ثابته، پس مدت زمانی که طول میکشه تا برسه به عضله کمتر میشه. اما موج HMA چه اتفاقی براش میفته؟ موج HMA با تأخیر زیاد ما حالا باید تا نخاع بره، برگرده و اون من قسمتی رو هم که نزدیک شده سر جای خودش هست. به همین دلیل پاسخ HMA یا با تأخیر زیاد ما تأخیرش بیشتر میشه. یعنی چی؟ پس یعنی اگر ما سوزن تحریکمون رو به عضله مورد نظرمون نزدیکتر کنیم، فاصله پاسخ M و پاسخ H از هم بیشتر میشه، هرچی که این فاصله سوزن به عضله کمتر بشه. توی این جدول بخوایم بررسی کنیم، اگه شدت تحریکی که ما با اون سوزن‌ها اعمال می‌کنیم کم باشه، موج M یا همون موجی که خود عضله در جواب به تحریک ما میداد اصلا تحریک نمیشه، یعنی شدت آستانه تحریک موج M بالاه. اما به دلایل امنیتی برای بدن و اینکه مغز خوب خیلی دقیق‌تر عمل می‌کنه تا عضله، همچنان موج H رو خواهیم داشت اما موج M تولید نمیشه. تحریکمون در حد متوسط باشه، در حد آستانه موج M و موج H که آستانه پایین‌تری هم داشت باشه، هر دوتا موج رو خواهیم داشت. ولی اگه تحریکمون خیلی زیاد باشه، موج Mمون چون آستانه بالایی داشت ایجاد میشه و پاسخ موج M رو داریم، اما موج H نخواهیم داشت. چرا؟ چون وقتی که پاسخ موج H داره به سمت نخاع از طریق کانال نخاعی به مغز میره و برمیگرده، با موج M تداخل پیدا میکنه و عملا کنسل میشه، از هم کم میشن و پاسخ موج H نخواهیم داشت. بنابراین توی عضله هامون خودمون اینو بخوایم تست کنیم، میتونیم ببینیم که با تحریک های کم دست ما نمیپره، فقط حسش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اون موجب تأخیر کم که سریع اتفاق میفته اما پرش عضله رو نداریم، اما حسش میکنیم از طریق مغزمون. تأخیرهای متوسط هم میپره عضله ما و هم حسش میکنیم. وقتی که شدت خیلی زیاده، تا حالا نتونستیم خودتون تستش کنیم، این اتفاق میفته که عضله میپره اما ما چیزی حس نخواهیم کرد در ابتدا. مثل وقتی که تصادف شدت خیلی زیادی داره، شما ریسپانس طبیعی رو انجام میدین، از خودتون محافظت میکنین اما دردی رو ابتدای کار حس نمیکنین. به دلیل همین هست که این موج M خیلی دامنه زیادی داره توی این حالت و برای وقتی که موج H رفته به مغز و برگشت تداخل میکنه و اون رو عملا کنسلش میکنه. الکترومایوگرام یا EMG ابتدای اول الکترو، مایو به معنای عضله و گرام هم به معنای بررسی و اندازه‌گیری هست. توی این قسمت فعالیت الکتریکی عضله رو می‌خوایم بررسی کنیم. توی عضله ما یک سری واحدهای حرکتی داریم که بهشون میگیم سینگل موتور یونیت یا SMU. اینها یک سری هادی حجمی هستن. یعنی چی؟ یعنی یه سری رسانه‌هایی که حجم دارن، حجم مشخصی دارن
و ما میخوایم تمام پتانسیل های خارج سلولی این هادی های حجمی رو بررسی کنیم. توی الکترومایوگرام ما دو تا دست الکترود میتونیم داشته باشیم. یه سری الکترودهای سطحی که روی پوست قرار میگیرن و یه سری الکترود